الله الرحمن الرحیم. بچه ها سلام، وقتتون بخیر باشه. جلسه پیش در مورد فصل 4 فیزیک 12 تجربی فیزیک مدرن شروع به تدریس کردم. جلسه قبل در مورد پدیده فوتوالکتریک آنچه که باید درس میگفتم خدمت شما گفتم، روابط رو براتون گفتیم. امروز میخوایم چند تا مسئله حل بکنیم. اولین مثال رو با هم چک کنیم ببینیم چی میگه. میگه یک لامپ تکرنگ نور بنفش با طول موج 400 نانومتر گسیل میشه. یعنی لامپ این طول موج رو گسیل میکنه. اگر توان تابشی لامپ 60 وات باشه، این لامپ در هر دقیقه چند فوتون گسیل میکنه. فرضاً به ما ثابت پلانک رو بده تقریباً 6 ضرب در 10 به توان منفی 34 ژول ثانیه. اطلاعات مسئله رو به من داده، طول موج 400 نانومتره، خب ضرب در 10 به توان منفی 9 میکنیم بشه متر، بعد توان رو هم داده 60 وات، زمان رو هم داده 1 دقیقه یا 60 ثانیه. از من این تعداد فوتون رو میخواد. رابطه رو مینویسم E مساوی است با NHF یا NHC لامدا اوم، جای ای می نویسم توان ضرب در زمان، ان ضرب در اچ سی لاندا. من این ان رو می خوام، 60 ضرب در 60، ان ضرب در 6 ضرب در 10 به توان منفی 34، سرعت نورم 3 ضرب در 10 به توان 8، تقسیم بر 400 نانومتر، 400 ضرب در 10 به توان منفی 9. خیلی خوب، حالا می خوام این رو حل بکنیم. از اینجا ان به دست میاد، یه 6 رو با یه 6 ساده میکنیم، اون وقت میشه که اینجا نگاه کنیم 600 میمونه، ضرب در این 400 ضرب در 10 به توان منفی 9 تقسیم بر 3 ضرب در 10 به توان 34 تا 8 تا کم بشه منفی 26 تا میمونه. خب نگاه کنیم، 2 تا و 2 تا 4 تا، 4 تا از این کم بشه منفی 5 میمونه. خب اینم 10 به توان منفی 26، 6 4 تا 24 تقسیم بر 3، پس n میشه 8 ضرب در 10 به توان 21 فوتون. این از این مسئله. خیلی خوب، مثال بعدی. فوتون نور زرد تابشی از سطح خورشید چند ژول و چند الکترون ولت؟ انرژیشو میخوایم. انرژی فوتون رو میخواد. خب برای اینکه این کار رو بکنیم به شما بسامد رو هم داده، اچ رو هم تقریب 6 ضرب در 10 به توان منفی 34 ژول ثانیه، یا باز تقریب 4 ضرب در 10 به توان منفی 15 الکترون ولت ثانیه. وقتی از شما انرژی رو میخواد، شما میگه هر یک فوتون، پس اچ اف عدد گذاری میکنی، یه بار میذاری 600 در 10 به توان منفی 34، بسامد رو قرار میدی 36 در 10 به توان منفی 20 ژول. این بر حسب ژوله. برای اینکه تبدیل بکنیم به الکترون ولت، عدد الکترون ولت رو میذاریم 4 ضرب در 10 به توان منفی 15، 6 ضرب در 10 به توان 14. این 14 و منفی 15 میده 2/14 الکترون ولت. پس برای هر کدوم از این مسئله ها چگونه حل بکنیم رو برای شما توضیح دادیم. و اما مثال های 4 تا مثال دیگه هم یادداشت کردم، اینها رو هم توضیح میدم. امیدوارم که این مبحث براتون کاملا روشن بشه. میگه انرژی فوتون نور مرئی برابر 5 ضرب در 10 به توان منفی 19 ژول است، طول موج آن چند نانومتر و رنگ نور چیست؟ خب شما میگی انرژی هست H، چون طول موج میخواد C لامدا اوم. انرژی 5 ضرب در 10 به توان منفی 19، H رو به شما داده 6 و 6 ضرب در 10 به توان منفی 34، سرعت نور 3 ضرب در 10 به توان 8 تقسیم بر لامدا. از اینجا لامدا رو به دست میاریم تقریبا، خب اگر ساده سازی ها رو انجام بدیم عددش میشه 396 نانومتر. خب اگر این عدد رو به دست بیاریم، این عدد مربوط به نور
بنفش است؟ این یک سوال. سوال بعدی. طول موج نور تک رنگی 0.3 میکرومتر لاندا رو به ما داده. انرژی هر فوتون آن چند الکترون ولت است. این دفعه به شما HC حاصل ضرب ثابت پلانک در سرعت نور رو داده 1240 الکترون ولت نانومتر. من میام رابطه رو می نویسم. چون طول موج به من داده HC لاندا اون 1240 لاندا 0.3 چون میکروه منفی 6 ضرب میکنم متر بشه، ضرب در 10 به توان 9 میکنم که بشه نانومتر. خب ساده سازی ها رو که انجام بدیم عدد نهاییمون میشه 4.1 الکترون ولت. این از این مسئله. اما مثال بعدی، بسامد آستانه یک فلز. این بچه ها پس F0 ماست، از 5 × 10^14 هرتز. کمیله انرژی، بچه ها وقتی میگه کمیله انرژی رو حساب بکن یعنی کمترین مقدار انرژی که باعث کندن الکترون از سطح فلز میشه، این یعنی همون تابع کار ما. خب پس E مساوی است با HF0 بر حسب الکترون ولت هم میخواد. H رو داده خودش 4 × 10^-15 5 × 10^14 این میشه 4 × 5 = 20 × 10^-1 میشه 2 الکترون ولت. پس این کلمات رو حواسمون باشه، وقتی به من میگن کمترین مقدار انرژی که لازمه تا پدیده فوتو الکتریک اتفاق بیفته، یعنی این که تابع کار رو به من داده. خب سوال بعدی، تابع کار فلزی 3.3 × 10^-18 جوله. این همون کمترین مقدار انرژی میتونه باشه. طول موج آستانه آن چقدر است؟ اگر یادتون باشه طول موج لاندا رو خواستیم حساب بکنیم اینجوری مینوشتیم. این عدد رو الان به ما داده 3.3 × 10^-18. H رو خودش به شما بر حسب جول داده -34 ضرب در سرعت نورم که اینه تقسیم بر لاندا، یا لاندا صفر بنویسیم. از اینجا ساده سازی ها رو انجام میدیم، این با این 2 مرتبه لاندا صفر میشه 2 ضرب در 3 ضرب در 10^-26 تقسیم بر 10^-18. 18 × 26 ساده بشه 8 منفی میمونه که 6 × 10^-8. البته این بر حسب متر، 10^-9 میکنیم تا نانومتر به دست بیاد، میشه 60 نانومتر. امیدوارم با این 6 تا تمرینی که حل کردیم مشکلات ما تو قسمت پدیده فوتو الکتریک به صورت عددی حل شده باشه. حالا سعی میکنیم یکی 2 تا مسئله مفهومی هم خدمت شما بدیم و کار رو تمام بکنیم. خب ادامه میدیم مبحث رو با حل 4 تا تست دیگه. بخونیم با هم. اولین تست، هنگامی که نور به سطح فلزی میتابد رخ دادن پدیده فوتو الکتریک به کدام ویژگی نور بستگی دارد؟ اگه یادتون باشه گفتیم E هست HF، پس به بسامد بستگی داره. خب شدت نور که اصلا هیچ ربطی نداره، زاویه تابش هم که هیچی، پس میشه گزینه 1. تست دوم، کدام گزینه درست است؟ با افزایش بسامد قطعا تعداد فوتو الکترون ها افزایش مییابد. نگفت اصلا فوتو الکتریک اتفاق میفته یا نمیفته که، پس چون نگفته نمیتونم راجبش نظر بدم. دومی گزینه، با تاباندن نور با بسامد مناسب، نگاه کنید الکترون به طور آنی گسیل میشه، دقیقا درسته. با افزایش شدت نور انرژی جنبشی فوتو الکترون ها افزایش میابد. این غلطه، متن کتاب درسیتونه. با افزایش شدت نور فقط تعداد فوتو الکترون ها افزایش پیدا میکنه، پس گزینه 2 درسته. تست شماره 3، آزمایش فوتو الکتریک با نوری با بسامد معین یا طول موج معین انجام میشه.
اگر شدت نور با ثابت ماندن بسامد افزایش پیدا بکنه، تندی فوتو الکترون ها و تعداد فوتو الکترون ها. اگه یادتون باشه میگفتیم وقتی شدت تابش یا شدت نور زیاد شود چی تغییر میکنه؟ تعداد فوتو الکترون ها. خب تندی فوتو الکترون ها ربطی نداره. شاید شما بگین چرا؟ رابطه رو ببینیم بچه ها. N تا HF. ببین وقتی شدت تغییر بکنه این که ثابته، درسته؟ این که ثابته، این که ثابته. پس اگه شدت تغییر بکنه این باید تغییر بکنه، تعداد فوتو الکترون ها باید تغییر بکنه. پس با توجه به اینکه تعداد فوتو الکترون ها باید افزایش پیدا بکنه، یا گزینه دو درسته یا گزینه چهار. چون تندی فوتو الکترون ها هیچ ربطی به شدت نداره، پس گزینه دو درسته. خب اما آخرین تست، در پدیده فوتو الکتریک بسامد آستانه رو به من داده، FSF رو داده، تابع کار میخواد. سراسری تجربه خارج از کشور سال 87 بوده. تابع کار یا ای صفر مساوی HFSF. H رو هم به شما داده، پس تابع کار میشه 4 ضرب در 10 به توان منفی 15 ضرب در بسامد آستانه که 10 به توان 15. این با این ساده میشه، W صفر میشه 4 الکترون ولت، میشه گزینه 4. امیدوارم تونسته باشیم این قسمت رو با حل مسئله و تست براتون کامل توضیح کرده باشیم. تا ادامه درس، خدایا رو نگهدار شما.